درود بر شما. هشتم اسفند ماه 1399 خورشیدی و 26 فوریه 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر به وضعیت اقتصادی ایران میپردازیم و چشمانداز معامله جمهوری اسلامی با غرب. پرده آخرم آخر برنامه. از دوشنبه چهارم اسفند بلوچستان ایران عزادار است. دوشنبه صف طولانی سوختبران دو طرف مرز سراوان منتظر بودند که مرز باز بشه برن به کاسبیشون برسن. سوختبران هزاران نفر، پاسداران مرزی که اسمشون رو گذاشتن مرساد، مال سپاهن، تیراندازی میکنن. فرمانده هاشون اینان، اینایی که کشتند سوختبران رو. سرتیپ پاسدار محمد ملاشاهی، فرمانده هنگ مرزی سراوان. سرهنگ داریوش سرگلزایی فرمانده نیروی انتظامی سراوان. و سرهنگ پاسدار احمد مالدار، فرمانده سپاه سراوان. هیچ کس نمیدونه هنوز چند نفر همون دوشنبه کشته شدن. از 10 نفر تا بیش از 40 نفر آمار داده میشه در همون دوشنبه. محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان، یک روز بعدش اومد واکنش. اولین کسی بود واکنش مثلا نشون داد به این رویداد، به این جنایت. میگوید 2 نفر کشته شدن و 6 نفر زخمی. میگه ماموران مرزی پاکستان تیراندازی کردند. گیرم این باشه، پاکستان تیراندازی؟ چرا یقه پاکستان رو نگرفتیم؟ چون دروغ میگی. و چجوری میشه دروغ بگین آخه که وقتی خودتون میزنین یک کشور دیگه دولت جدایی دارد، روابطی مثلا دارین با اون دولت، با اون کشور، نسبت میدین به اونا. اولین واکنش بعد از 24 ساعت، بیش از 24 ساعت که این اتفاق میفته، ایده کشته میشن. سکوت مطلق رسانه‌ای، مسئولان جمهوری اسلامی سکوت مطلق. و اولین کسی که میاد حرف میزنه بیش از 24 ساعت بعده که میگه پاکستانی‌ها زدن. کمپین فعالان بلوچ، اسم و مشخصات 10 نفر کشته شده تیراندازی ماموران سپاه رو نوشته که یکیشون 17 سالش بود. اسم و مشخصات 5 زخمی هم هست. اینا از انبوه مردمانی هستن که به دلیل خوش شدن دریاچه هامون و قطع شدن آب رودخانه هیرمن در 3 دهه گذشته، تنها راه کسب درآمدشون شده سوختبری. قبل از خوش شدن هامون و هیرمن، دامداری و به ویژه کشاورزی و در منطقه چابهار به ویژه صیادی تو این مناطق رونق داشت. فقط اینو بدونید که 85% سوختی که از مرزهای سیستان و بلوچستان قاچاق می شود از دیگر استانهای کشور میاد اونجا، مثل اصفهان، مثل تهران، با استفاده از برنامه جعلی میاد تو استان سیستان بلوچستان. یعنی قاچاق سوخت در کشور با استفاده از چند عدد گالون 20 لیتری و آن هم توسط مردم بومی سیستان و بلوچستان انجام نمی شود، بلکه سیستان و بلوچستان تنها یکی از کانالهای انتقال سوخت قاچاق است. واقعیت این است که قاچاق سوخت در این استان در سلطه باندهای مافیایی خاصی است و امکان این که یک شهروند خودرویی را کرایه کند و سوخت به آن طرف مرز ببرد نیست. در سراوان بیش از 60,000 مرزنشین در شعاع 20 کیلومتری مرز زندگی می کنند که برخی به دلیل نبود منبع درآمد اقدام به کارهای کاذب از جمله فروش و قاچاق سوخت دست می زنند. درباره سوختبری در شرق ایران، به ویژه جنوب شرقی ایران، سیستان و بلوچستان، و کولبری در شمال غربی ایران
کردستان و به طور کلی منطقه شمال غربی ایران برنامه مستقلی حتما خواهیم داشت. مردم در بقیه استانهای ایران چقدر توان و فرصت دارن و چقدر حس هنوز توشون مونده که ابراز همدردی کنن با خانواده جانباختگان زحمتکش بلوچ و اعتراض کنن به این وحشیگری؟ تو خود استان سیستان و بلوچستان نوع اعتصاب سراسری خودجوش هست و هر روز همچنان خبرهای درگیری بین مزدوران و حکومت با مردم میرسد و هر روز همچنان خبر از کشته شدن یک بلوچ دیگر، یک زحمتکش دیگر، یک سوخت‌رسان دیگر، یکی از اعضای خانواده. چهارشنبه خبر رسید که یک نوجوان 13 ساله با گلوله مستقیم پاسداران کشته شده. میگم یک جمع‌بندی باید کرد از جزئیات این جنایت و دلایلش و سبب سازان این جنایت که در برنامه آینده سعی میکنم که به همین موضوع بپردازم. تسخیر فرمانداری ها و پایگاه های سپاه به دست مردم به جان آمده این استان همچنان کم و بیش جریان داره. بستن راه های ارتباطی برای جلوگیری از انتقال نیروهای حکومتی به مناطق درگیر، اینا خبرهایی است که همچنان داره میرسه. علت فقر مردم، جلوگیری حکومت از نون در آوردنشون در تنها راهی که براشون مونده، سوخت بری به اون بر مرز. همه میدونیم که قاچاقچی‌های سوخت مثل قاچاقچی‌های مواد، این مردمی نیستن که پاسدارا میکشنشون. این مردم ناچارن برای مافیاهای کار کنن که سوخت بهشون میدن برن اون بر مرز تحویل بدن برگردن یه پول بگیرن. این عکسایی که دارین میبینین عده از کشته شده های روز دوشنبه است در سراوان. حکومت علیه کی اسلحه میکشه؟ راحت رگبار میبنده رو مردم بدبخت، مردمی که دیگه حتی آرزویی ندارن جز زنده موندن. از مردم میپرسی آرزو چیه؟ یه موقع بود طرف میگفت با کسی که عاشقشم ازدواج کنم، یکی دیگه میگفت دخترم رو شوهر بدم، نوه‌هامو بغل کنم، همیشه اینجا تو خونه صدای بچه ها بیاد اینا، یکی دیگه میگفت بتونم یه مغازه بزنم، صاحبکار خودم باشم، از این شاگردی در بیام. حالا از هر کی میپرسی آرزو چیه، این یک تحقیق میدانی انجام شده ها، از هر کی میپرسی آرزو چیه عصبانی میشه، پرخاش میکنه، ولم کن دلت خوشه، چه آرزویی؟ من اگه بتونم نون شب زن و بچه‌مو تأمین کنم دیگه هیچ آرزویی ندارم. به چه نقطه ای رسیدیم که آدم ها در برابر سوال که ازشون بشه چه آرزویی دارید واکنش های منفی و تند نشون میدن؟ یعنی به بی آرزویی رسیدیم. انسان بی آرزو در واقع انسان مرد است. ما یکی از دلایلی که به لحاظ حرفه‌ای و تخصصی نگران وضعیت اجتماعی هستیم و در مقیاس جهانی و هم مقیاس ملی بحث از شرایط خاص روانشناختی در شرایط بحران میکنیم، به خاطر همینه که آدم ها بی آرزو نشن. در شرایط بحران با روانکاوی نمیشه به مردم امید داد، آرزو بهشون داد. نونشون رو وقتی از دستشون بقاپی، وقتی یه موقع آرزو داشته با گذاشتن پولش تو فلان صندوق اعتباری یا تو بورس با چندرغاز سال دیگه شاید بتونه واسه دخترش جهیزیه آبرومند تهیه کنه، حالا همون سپردم دود شده و کسی جوابشو نمیده، وقتی حقوق ماهانش یک سوم خرجیشو نمیده، معلومه سر داد میزنه بابا چه آرزوی دلت خوشه. جمهوری اسلامی داره برخلاف تصور و پیشبینی حتی خود آخوندا وارد سال 1400 خورشیدی میشه. در این 42 ساله از 57 تا امروز مردم چقدر فقیرتر شدن؟ چرا؟ و به کجا خواهد رفت این اوضاع؟ سعی میکنیم امشب به این موضوع بپردازیم. جمهوری اسلامی از اول انقلاب
مسبب همه بدبختی های مردم و آمریکا و غرب معرفی کرده، از شعاراش گرفته تا تحلیلاش، مثلا تا سخنرانی های رهبراش و این داستانا. الان هم با تغییر دولت در آمریکا میگه اگه بتونیم شرایطمون رو با آمریکا یا بقبولونیم و اونا به برجام برگردن و پولای بلوکه شده آزاد بشود و بتونیم آزادانه نفت بفروشیم، به دوران رونق اقتصادی انشاءالله وارد میشیم. اینا خیالات یا واقعیت؟ برجام در تیر ماه 94 تحریم‌های بانکی و نفتی جمهوری اسلامی رو لغو کرد. کمتر از 3 سال بعد، اردیبهشت 97، آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها برگشت. حالا دو تا چهار تا دیگه ببینیم تو این سال‌ها وضع اقتصاد ایران چه جوری بود. ببینین این نمودار سالانه تولید ناخالص داخلی رو ببینین. بله. بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر کرده بر اساس منابع صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی یعنی ارزش پولی جریان کالا و خدمات در یک کشور در یک سال، تو سالهایی که لغو تحریم ها به دلیل برجام بوده، یعنی سالهای 95 و 96 بیشتر شده و از اوائل سال 97 که تحریم ها برگشته شروع کرده به پایین اومدن، کاهش پیدا کردن. بعد سال 99 برگشته به حدود سال 91 دور احمدی نشد. حالا نمودار بعدی رو ببینید تا خدمتتون عرض کنم که چقدر برجام تأثیر گذاشته. خب این نمودار بیکاری در ایران باز مال مرکز آمار جمهوری اسلامی. طبق این نمودار تعداد شاغلین در 4 سال قبل از برجام 1.5 میلیون نفر اضافه شده. تو 4 سال بعد از برجام هم نزدیک 2 میلیون نفر دیگه اضافه شده به تعداد کسایی که شغل دارن، شاغلی. با برگشتن دوباره تحریم از سال 97 بعد همچنان همین روند رشد تعداد شاغلان ادامه داشته. یعنی تحریم ها اثری بر تعداد شاغلان کشور نذاشته و همینطور که داریم میبینین تعداد بیکاران هم چه قبل و چه بعد از برجام ثابت مونده، چه قبل از تحریم ها چه بعد از تحریم ها. حالا میریم اینا رو تحلیل میکنیم که آیا واقعا بی اثر بوده به طور کلی به شیوهی که الان در نمودار دیدین دیگه. در مورد ایجاد شغل و بیکاری همچنان برجام، با برجام، بی برجام، یک اثر، یک واقعیت بوده است. بعد وقتی سراغ تورم میریم، یعنی قیمت کالاها رو با درآمد مردم بسنجیم، یعنی ارزش واقعی پول دستمون بیاد، ببینیم بی وقفه تورم رفته بالا با برجام و بی برجام و سال 98 رسیده به 40%. طبق همین نمودار رسما قیمت ها از سال 90 تا 98 8 برابر شده. 90 تا 94 2 برابر، 94 تا 98 2 برابر، تصاعدی میره بالا دیگه، 8 برابر شد. بعد حداقل دستمزد چقدر؟ نزدیک 2 میلیون تومان. طبق مصوبه شورای عالی کار سال 99 شده 1 میلیون و 911000 تومان. با 2 میلیون تومان خصوصا تو شهرهای بزرگ هممون میدونیم که چند روز میشه زندگی کرد. کرای خونه بدی، خرج خورد و خوراک، اصلا تفریح و مسافرت و اینا همه هیچ. در کشوری که طبق آمار رسمیش بیش از 60% مردم زیر خط فقرن، طبق آمار رسمیش که قطعا خیلی بیشتر از این هممون میدونیم که هزینه و درآمد چه، دخل و خرج چه جوریه تو خانواده، دیگه تفریح یعنی چی؟ الان در جایی هستیم که مردم میخوان ببینن برجام بودن نبودنش چه تأثیری بر زندگیشون داره. در خدمت آقای دکتر حسن منصور هستیم، استاد اقتصاد در مدرسه عالی اقتصاد بازرگانی آمریکایی پاریس. آقای دکتر منصور خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. آقای دکتر قبل از هر چیزی خوشبختانه امشب فرصت به اندازه لازم، هیچ وقت کافی نیست، گذاشتیم توی این برنامه که دیگه نوک نزنیم و هلهلکی پیش نریم و یه مقدار دقیق تر و برای مردم به ویژه برای با
کسانی که نه تخصص دانشگاهی دارن و در ضمن نگران امروز و آینده هم بعض خودشون و هم بعض ایران هستن صحبت بکنیم. نخستین پرسش همین است که درآمد سرانه اولا یعنی چی؟ دو، درآمد سرانه ایران در سال 57 چقدر بود و الان چقدر؟ جناب فلاحتی عزیز، عرض سلام خدمت شما، همکاران خوبتون و بینندگان و شنوندگان ارجمند برنامه. عرض بکنم که ببینید، در اقتصاد راههایی وجود داره برای سنجش این که در طی یک سال چه مقدار کالا و خدمت به بازار میاد و فروخته میشه. این مجموعه رو میگیم تولید ملی. یعنی تولید ملی عبارت است از مجموعه کالاها، ام از خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی یا خدماتی نظیر طب و معلمی و عرض کنم بهداشت و پلیس، مجموعه اینها رو میگیم خدمات. کالاها و خدمات اونی که در طی یک سال تولید میشه و به قیمت بازار به دست مصرف کننده نهایی میرسه. یعنی اون که به دست مصرف کننده نهایی نمیرسه جزء تولید ملی حساب نمیشه. یعنی اون که مصرف نمیشه، فرض کنید ساختمونی میسازیم، این همش مصرف نمیشه. در نتیجه اون که مصرف میشه بعد تا یک سال اون جزء تولید ملی قرار میگیره. وقتی که میخریم این جزء تولیده. سال آینده فقط تغییراتی که روش انجام گرفته محاسبه میشه. وارد این تکنیک محاسبه تولید ملی نشم. این مجموعه تولید ملی است. این نشان دهنده این است که اقتصاد یک کشور چه اندازه هست و اینطوری با هم مقایسه میشن. منتها آیا این رو وقتی تقسیم کنیم به تعداد جمعیت مردم، این میگیم تولید ملی سرانه. ولی پیش شرط این، یعنی اون که از این میفهمیم، این است که وقتی تقسیم میکنیم این رو برابر تقسیم میکنیم. یعنی تولید ملی امسال ایران هست حدود 3200 تریلیون تومان. این رو تقسیم کنیم به 84 میلیون نفر، سهم هر کس چقدر میشه؟ اینو میگیم تولید ملی. منتها مسئله این است که معمولا این تقسیم کردن به صورت برابر انجام نمیگیره. در جامعه کسانی هستن که سهمشون بسیار کمتره، کسانی هستن که سهمشون بسیار بالاتر. این مسئله به ویژه در نظام اسلامی به شدت حالت گزافه آمیز داره. یعنی تعداد ثروتمندان بسیار کمتره در جامعه و تعداد طبقات متوسط فقیر و فقرا بسیار بسیار گسترده است. این مسئله رو باز وارد فنیات نمیشم، با ضریب جینی میسنجن. من بارها عرض کردم که ضریب جینی به آن صورت در اقتصاد ایران معنی نمیده. علت شمینه که در ضریب جینی صحبت این میگنیم که 10% بالای جامعه ثروتمندان، 10% فقرا، اینا با هم چه مقدار تفاوت دارن؟ در حالی که در ایران تعداد ثروتمندان سنگین وزن 10% نیستن، حتی 1% هم نیستن. حدود عرض کنم 1 میلیون اندکی کمتر، اینا ثروتمندان بسیار کلان هستن. اکثریت مردم دیگه با یا دست به دهنن یا پایین تر از دست به دهن. به طور که آمار رسمی و اعتراف بودجه همین دولت تدبیر امید امسال 60 میلیون نفر رو محتاج کمک های معیشتی قلمداد کرده. یعنی 60 میلیون از 84 میلیون نفر ایران به تأمین سفره خود نیازمندن و توانشو ندارن. یارانه باید بگیرن. ببخشید. یارانه باید بگیرن به بیان دولت. کمک معیشتی در کنار اون میگن تحویل کالا در خونشون بدن از نفت. به این ترتیب توزیع بسیار بسیار نامتجانس شده و نتیجهش این است که حتی در آمار رسمی که عرض کردم ضریب جینیش اعتبار نداره، همون ضریب جینی هم افزایش رو نشون میده. ببینید در این چند سال گذشته این در حال افزایش بوده. یعنی شکاف طبقاتی مدام گسترده‌تر میشه. اما برگردم به اون مقایسه که فرمودید، ببینید اینا رو به دقت سنجیدیم. درآمد
یک ایرانی در 1355، حالا چرا 57 نمیگیرم، 57 میگیرم، با اینکه 56 و 57 سالهای آشوب و شلوغی هستند، در نتیجه ما سال نرمال رو میگیریم. سال نرمال 1355 در مقایسه با 1399 درآمد متوسط، باز متوسط رو تاکید میکنم، متوسط این نشون نمیده که همه کس به یک اندازه، درآمد متوسط یک ایرانی در این مدت 40 سال شده 57%. یعنی اگر اون روز قدرت خریدش 100 تومن بوده، به ازای اون 100 تومن امروز 57 تومن داره. پس به طور کلی مردم فقیرتر شدن. منتها این فقر در طبقات پایین تر بیشتره. آماری که حدود یک هفته 4-5 روز پیش گزارش شد و ایرنا مخابره کرد، اون نشون داد که قدرت خرید یک کارگر طبقه، به طور کلی طبقه کارگر که حقوق میگیره، اشتغال داره، بیکار نیست، طبقه کارگر یک سوم امروز، یک سوم سال 1357 به گفته ایشون. و این آمار درسته، یعنی این آمار با سنجش های مختلفی که انجام داریم روی اقتصاد ایران صدق میکنه. به این معنی آقای دکتر، به این معنی که ما اگر در واقع متوسط بگیریم، اوریج به اصطلاح متوسط بگیریم، معیار متوسط بگیریم، قدرت خرید مردم نسبت به سال 57 نصف شده. خلاصه کمتر از نصف شده، یک سوم شده. کمتر از نصف شده، یک سوم. اگه متوسط بگیریم شده متوسط 5%. بله دیگه، حدودا نصف شده. درسته، ولی برای طبقات کارگر که حقوقشون اعلام کردن یک سوم شد. آقای دکتر، من همینجا فقط فارغ از میخوام برگردم به برجام و درآمدهاش و توزیعش در کشور، در بین مردم و به طور کلی در جزء مخارج دولت. ببینید، اصولا فارغ از پرداختی ها و تعهداتی که دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی به گروه های تروریست داره، به کشورهای دیگه داره، نمیدونم میره وام میده به زیمبابوه 500 میلیون دلار موقعی که هیچی نداره، میگه هیچی ندارم، فارغ از همه این ها، در دوره ای که برجام فعال بود و تحریم ها برداشته شده بود، آیا وضع زندگی مردم بهتر شد یا نه؟ الان میتونید ارزیابی به دست بدید؟ بله، ببینید، آماری که بهش اشاره کردید، این باز درست بازتاب میده قضیه رو. طی 2 سال ایران رشد مثبت پیدا کرده، در 1 سال به رشد 12% رسیده، ولی بلافاصله بعد از آنی که آقای ترامپ تحت تحریم ها رو برگردون، دوباره رفتیم به رشد منفی. این نشان دهنده یک چیز خطرناکه. اون چیز خطرناک اینه که وقتی سخن از رشد به میون میاریم، در واقع رشد انجام نگرفته. رشد این است که در ساختارهای اقتصادی، در روابط بین سرمایه و کار و زمین که با هم اختلاط میکنن و تولید به عمل میارن، تحولی پیش میاد که بهره‌وری بالا میره، درجه تولید ملی فراتر میره. اما وقتی بعد از استقرار برجام ما فروش نفت رو بالا میبریم و رشدی که نشون میدیم ناشی از اون قضیه است، این نشون میده که رشدی انجام نگرفته. ما نفت فروختیم، یعنی نه فقط بهبودی در ساختار انجام نگرفته، بلکه تمام بیماری های مزمنی که در ساختار انحصاری دولتی انقلابی اقتصاد وجود داشته باقی مونده. در نتیجه به محض اینکه فروش نفت کم شد، دوباره رشد به سوی منفی رفت. اقتصاد طی این 8 سال گذشته 1/3 ارزش خود رو از دست داده. یعنی این آمار رسمی ساز میکنم، 1/3 از اقتصاد کاهش پیدا کرده. این به این معنی است که اگر فرض بفرمایید که هیچ افتخیزی برجام نداشت و همینطور که سال 94 شروع کرد ادامه پیدا میکرد تا امروز، وضع جمهوری اسلامی قطعا بهتر میشد، رشد اقتصادی میتونست وجود داشت، رشد به مفهوم حجم اقتصاد، نه اینکه اضافه بشه، میتوانست یک مقداری پول در واقع در بازار باشه،
ولی آیا این بر قیمت ها اثر میذاشت؟ سوالم اینه، میگم درسته که بحث امروز و فردای زندگی اقتصادی حاکمان بر ایران هست و همینطور که میفرمایید بر ساختار مولد اقتصاد تأثیر نمیذاره، ولی آیا اگر افت و خیزی نبود این وضع در جهت بهبود وضع زندگی مردم ادامه پیدا میکرد؟ جناب فلاحتی عزیز، ببینید تولید یک قانونمندی داره، به دنبال اون توزیع رو داریم، در نتیجه توزیع یک قانونمندی معینی داره. بالا رفتن تولید علل اصول باید سهم عوامل تولید رو هم بالا ببره، یعنی مزد رو بالا ببره، اجاره رو بالا ببره، سود رو بالا ببره. ولی این بستگی داره که در کدام بازارها اینا تعیین میشن. اما برگردم به اصل قضیه، شما بدون تولید نمیتونید توزیع کنید، در این صورت ناگزیرید فقر رو توزیع بکنید. گرفتاری عمده‌ای که در برخی از اقتصادهای جهان و به ویژه در اقتصاد جمهوری اسلامی وجود داره این است که نظام تولیدیش به شدت بیماره. چرا بیماره؟ ببینید، از نظر نیروی انسانی، از نظر مدیریت، از نظر سازمان تولید، روی هر کدوم از اینا می شود رساله ها نوشت. جمهوری اسلامی نشان داده است که در جذب کردن عناصر ناکارآمد فقط به حکم اینکه خود فروخته باشن و حاضر بشوند چاقو بکشند، یک نبوغ داره. ببینید، استاد دانشگاه رو من اینا که عرض میکنم، برای هر کدوم ده ها نام دارم، استاد برجسته ریاضیات رو پاکسازی میکنن، رئیس دانشگاه رو شخصی میذارن که چاقو کشه و افتخار میکند که من به دست خودم به روی دختر بیهجاب اسید پاشیدم. خود من شاهد این قضیه بودم. ملاحظه بفرمید، دنج نیرویی که چه، شما وقتی نگاه بکنید ببینید کدوم نیرو رو از خود میرونه این نظام، کدوم نیرو رو جذب میکنه. این قضیه وقتی سال 57 آغاز شد، بعد 3-4 سال نتیجه خودش رو بروز داده بود، یعنی مجموعه نیروهایی که جذب جمهوری اسلامی شدن یا این افراد به شدت ناکارآمد بودن و یا افرادی بودن که ناگزیرن سرشون بندازن پایین برای ادامه زندگی باقی بمونن ولی تن بدن به امر این ناکارآمدها. این اصل نیروی انسانی است. دومیش مقوله مدیریت. مدیریت یکی از عوامل عمده تولیده و تحقیقات بسیار جدی اقتصاد که حتی برنده جوایز نوبل شدند نشون داده است که سهم بزرگی از تولید و افزایش تولید به مدیریت و نوع سازمان برمیگرد. مدیریت اینا مدیریت قبیله‌ای و حجره‌ای است، یعنی افراد خودشون رو به بالاترین سمت‌ها برمی‌گمارند و شایسته‌ترین آدم‌ها رو که اگر با اینا همخون نباشه، دی‌ان‌اش با اینا نخونه، میندازن بیرون. بنابراین مدیریت می‌شود مدیریت ناکارآمد و فاسد. دیگری شکل سازمانه. اینا شکل سازماندهی مدرن و اصلا حالیشون نبوده از اول تا آخرش. چیزی که در اقتصاد بهش بگیم سینرژی، یعنی همافزایی نیروها که در سازمان پدید میاد. از این نظر سازمانها مدام در نظامهای اقتصادی مدرن در حال تحولن، مدیریتهای نوع جدیدی اختراع میشن، به کار بسته میشن، در نتیجه تولید بالا میره. این مسئله گرفتاری اساسی جمهوری اسلامی است و اندمیکه، یعنی در استخونها، در به اصطلاح در مغز و استخون جمهوری اسلامی وجود داره. با هیچ بزکی، با هیچ توصیه‌ای هم این اصلاح پذیر نیست. در با برجام هم اصلاح پذیر نیست، با پول مفت هم اصلاح پذیر نیست. با پول نیست. ببینید، پول وقتی وارد یک نظامه، شما ببینید مثل ظروف مرتبط، خطوط لوله به هم ربط دارن. اگر خطوط لوله شما اون ساختار رو دارن، هر چی وارد کنی در اون ساختار میگرده.
ساختور رو دگرگون نمیکنه. در نتیجه با اون وسیله فرض کنید که بعد از برجام رقم تایید نشده بزرگی در حدود 100 میلیارد دلار وارد ایران شد، به در اختیار ایران قرار گرفت، این معلوم نشد چگونه مصرف شد. نشد 20 میلیارد دلارش رو گفتن گرفتیم، حالا و بقیه همینطور که میفرمایید اصلا معلوم نشد چطور مصرف شد. خودشون از خودشون میپرسن چی شد. بله بله عرض کنم این مسئله عذر میخوام این مسئله یعنی به ورود پول در ایران عملا در شبکه تغذیه نیروهای ناسالم به اونا تقویت رسوند، فساد رو بالا برد و ذخیره هایی که به اذن خود نظام به خاطر خود نظام در خارج کشور انجام میگیره این افسوده شد، ولی به اقتصاد ملی و به معیشت مردم کمکی نکرد. ببینید اجازه بفرمایید آقای دکتر، من برگردم به همین ماجرای فروش نفتی که شما در مقدمه صحبتتون فرمودین و صندوق توسعه ملی که بخشی از درآمد نفت و گاز مملکت میره توش برای روز مبادا، به اصطلاح پسنداز استراتژیکه. در تنها سالهایی که پول پیش بینی شده نفت و جذب کرده سالهای 96 و 97 بوده. سال 95 تو همین منظورم 7-8 سال گذشته عرض میکنم، سال 95 که دومین سال برجام و لغو تحریم ها بوده، یکی از کم پرداخت ترین سال ها به صندوق توسعه بوده طبق آمار خودشون نموداری که دیدیم. دیماه 98 200 میلیون یورو برداشتن از صندوق توسعه ملی دادن به نیروی قدس سپاه تا تو منطقه بحران درست کنه. رئیس مجلس پیرو اختصاص اعتبار برای این منظور گفت برای تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی نیروی قدس سپاه پاسداران اذن رهبر معظم انقلاب گرفته شده. بعد میاد 18 فروردین 99 همین امسال، محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی میگوید دولت در 3 سال گذشته به طور متوسط بیش از 2 میلیارد دلار بر اساس مجوزهای رهبر جمهوری اسلامی برای تعدیل بودجه از صندوق برداشت کرده که بیشتر هزینه امور نظامی شده است. طبق برداشت هایی که میبینیم به طور کلی این و همه نمودارها نشون میده این برداشت ها اساساً همونطور که شما فرمودید در جهت خلاصه اقتصاد مولد نبوده و یا هزینه امور نظامی شده و غیره. سوال این است که وقتی که من میخوام از اینجا این نتیجه رو بگیرم که حتی اگر بخواد نفت بیشتر بفروشه، مسئله حضور منطقه‌ای و بین المللیش برای اینکه کجا خرج میکنی اگر اینو بفروشی در نظام قانونمند بین المللی به هر حال پرسش برانگیز خواهد بود. همه چیز اگر بین جمهوری اسلامی و غرب به خوبی و خوشی پیش بره، فرض بفرمایید، و برجام جانی بگیرد، باز مسئله اقدام مالی و جرائم سازمان یافته دو مانع بزرگ در مقابل جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی میخواد چی کار بکنه با این دو پیمان بین المللی؟ همین چهارشنبه دو روز پیش بحثش بود که دوباره لوایحی که دولت داده بود به مجلس و مجلس قبلی تصویب کرده بود در که به اصطلاح FATF بشود جمهوری اسلامی بپذیره، بپیونده به پیمان جهانی، یک مقابله با پولشویی و دو خلاصه کمک نکردن به تروریسم بین المللی، شفاف سازی در این زمینه. آقای سرلشکر رضایی دبیر شورای دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام فرمودن چهارشنبه پیش که انشاءالله تا آخر اسفند مجمع تصمیم خودش رو در این باره میگه. روشن است که تا آخر اسفند میخوان ببینن که اوضاع روابطشون با آمریکا چی میشه، مثلا وقت خریدن فلان کنن اینا. ولی اساسا جمهوری اسلامی میخواد چه کنه با این لوایح در حالی که ذات و بنیادش بر بحران سازی در منطقه و پیگرد در واقع پی به دنبال کردن ایدئولوژی رسیدن به قدس. خلاصه مطلب آقای دکتر. بله بله ببینید آقای فلاحتی گرامی، من معتقدم که مقوله FATF
و پالرمو هیچ وقت به عمل جمهوری اسلامی نخواهد رسید. هر شرایطی میخواد باشه جمهوری اسلامی وارد اون قضیه نخواهد شد، برای اینکه اون با ذات نظام ارتباط داره. علت این که الان لانسه کردن قضیه رو اووردن وسط، میخوان بازارگرمی کنن، میخوان به آمریکایی‌ها و جهان بگن که اگر شما این تحریم‌ها رو شل کنید ما هم وارد اون قضیه میشه، در حالی که امکان نداره وارد اون قضیه نخواهند شد، امکان نداره براشون. چرا امکان نداره؟ ببینید، این سازمان که در محله‌ای بود که من زیاد رفت آمد داشتم، من به OECD میرفتم، از جمله خود این سازمان FATF عرض کنم، در محله 16 پاریس از 1989 تأسیس شده. هدف اولیش این بود که جلوی پولشویی رو بگیره. این مسئله بسیار بسیار بیخداره، یعنی کسی که اقتصاد پولی خونده باشه میدونه که مسئله چقدر جدیست. این موضوع از مسئله بمب اتمی کمتر اهمیت نداره. نظام پولی جهانی امروز تجارت چند تریلیون دلاری جهانی را داره میکنه. ذخایر بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ از 27 تریلیون دلار بالاتر میره. موجودی گردش دلاری در فقط در گردش کالا در جهان سالانه از 7 تریلیون بالاتر بوده سال گذشته. روزانه حدود 7 تریلیون دلار از طریق نظام فدرال رزرو آمریکا مجوز دریافت میکنه. خب این نیروی بسیار بزرگ اگر باز بشود به اینکه اونجا خلاف وارد بشه، تمام نظام جهانی رو میتونه خاکسترنشین کنه. شما میدونید که یکی از ابزاری که در کنار ساختن بمب اتم، در کنار ساختن سلاح‌های بسیار مهلک که هیتلر در دستور داشت، چاپ پول آمریکایی و انگلیسی بود که اینا رو وارد کرده بودن به نظام پولی جهانی، برای اینکه نظام ها رو دوچاره تورم کنن و زمینگیرش کنن. این قضیه رو 1899 بعد از تحولات که بر نظام پولی جهان گذشت، میدونی تاریخش بسیار دلانگیز و مفصله، از 1944 برتن وودز پدید اومد، با برتن وودز بانک جهانی و IMF پدید اومدن و پول آمریکا و پول انگلیس شدن پول جهانی با پشتوانه طلا. تا 1971 ریچارد نیکسون به دلایل بسیار بسیار جدی این پشتوانه طلا رو از پشت دلار برداشت. بعد از اون مقررات جامائیکا وارد شد. وارد این مسائل جزئی نمیشم، ولی مسائل بسیار جدی هستن. خب وقتی نظام پولی جهانی این همه در سرنوشت اقتصادهای جهان و مردم جهان مؤثره، باید مواظب بود که پولهایی که منشأ مجرمانه دارند وارد این نظام نشه. خب برای همینم یقین جمهوری اسلامی رو گرفتن که باید عضو هم پالرمو رو بپذیری و خلاصه نظام FATF رو تو باید بپذیری تا ما بتونیم تو رو در نظام مالی بین المللی قبول بکنیم، تا بتونه صندوق بین المللی پول بهت وام بده در قدم اول و غیره و غیره و غیره. خب اجازه بفرمایید به سرعت میام به نکته که شما اشاره فرمودید. این پله اول بود، مسئله مبارزه با پولشویی. پله دوم بعد از تروری که برای برج‌های دوقلو اتفاق افتاد و دیدن که نه تروریسم یک بعد دیگری پیدا کرده در جهان، در 2002 تأمین مالی تروریسم در دستور کار همین FATF قرار گرفت. پس این شد بعد دوم. در سال 2000 پالرمو به امضا رسید، 2003 به تصویب سازمان ملل رسید. این چه بود؟ این یه منشور داره، کشوری که امضا میکنن، در آغاز 149 کشور امضا کردن، بعد به 190 تا رسیدن امروز. سه تا پروتکل داره، بعد از اینکه منشور قبول کردی عضو این سه تا پروتکل میشی. پروتکل اول در سال 2003، پروتکل دوم سال 2004، پروتکل سوم 2005 به تصویب رسید. این پروتکل ها چه میگفتن؟
اون اولی با قاچاق زنان و کودکان میخواد مبارزه کنه، قاچاق جنسی. خب یک آدم سالم چه انگیزه ای داره که بخواد این امضا نکنه که من با قاچاق کردن کودکان و زنان برای فروش آنها به مقاصد جنسی مبارزه خواهم کرد؟ یک. دومی که در 2400 این قاچاق با مهاجرین بود، برای اینکه مهاجرین کشورهای جنگ زده بدبخت فلاکه زده رو سرکیسه می کردن که اینجا اونجا برن پناهندشون کنن. مبارزه با این پدیده شد پروتکل دوم. و پروتکل سوم تولید سلاح‌های آتشزا و قرار دادن اونها در دست گروه‌های تروریستی بود. شما در این سه تا پروتکل ببینید چه چیزی سبب می شود یک نظام وارد این نشه مگر خودش در اون کارهای خلاف دست داشته باشه. بله. آیت می‌کنید. پس برای تکمیل این پاسخ عرض کنم که در مورد پولشویی نظام ایران مشکل بسیار جدی ساختاری داره. حدود 40% از نقدینگی بسیار کلان ایران منشأ مجرمانه داره، طبق مطالعات که در درون انجام گرفت. در نتیجه مبارزه با پولشویی یعنی تعطیل نظام پولی و بریدن دست نیروهایی که در اونجا بسیار قدرتمندن و رئیس بانک مرکزی نوکر اوناست. حالا سوال آقای دکتر. یک، اولا شما فرمودید 190 کشور FATF رو امضا کردن، یعنی از کل چیز پالرمو رو یعنی از FATF رو 2207 کشور امضا کردن، در که در دنیا 198 کشور وجود داره. یعنی حتی مناطقی که مدعی حاکمیت جداگانه هستن ولی که هنوز کشور نیستن اونا امضا کردن. 207. خب همین رو می‌خواستم عرض کنم برای بیننده ها، اگر که شاید کسی نداند که کل کشورهای سازمان ملل 198 کشور. بله. و معلومه که ایران جمهوری اسلامی در کجاش قرار داره. نکته دیگری که آقای دکتر من سوال کوتاهی عرض کنم و چون میخوام وارد بحث دیگه بشم، به این دلیل این دو لایحه رو بنده عرض کردم، این دو پیمان بین المللی رو عرض کردم که بگم آیا با برگشتن برجام و آزاد شدن پولهای ایران برای مثال، آیا نپیوستن به پالرمو و FATF مانع این، یعنی در واقع کل رؤیای پولی جمهوری اسلامی رو که بعد از برجام میتواند بهش دست پیدا بکنه نقش بر آب نمی کنه؟ ببینید پرسش شما دو قسمت داره. اولی که باید ببینیم چنین برگشتی امکان پذیر خواهد بود، اینم که به شدت مورد بحثه. ما مفروض میگیریم آقای دکتر عزیز. آره. با اون فرض نخیر، برای این نظام بانکی مستقل از تحریم‌های آمریکایی است. این نظام بانکی که عملاً اگر خلاف و یعنی اگر وارد بانکی بشود که اونجا پولشو متهم به پولشویی است، متهم به قاچاقه، در این صورت خود اون بانک بلوکه میشه و این سازمان دیگریه. در نتیجه اینا زیر دستور آمریکا نیستن و مشمول تحریم‌های آمریکا نیست. در نتیجه اینها رو اگر انجام ندند ولو که آمریکا آماده سازش با اینها باشه، مشکل بانکی جهانیشون خواهد بود. شما امروز ببینید، کافیست شما، من تماس زیادی با بانک‌ها داشتم و دارم، از کنم شما وقتی اسم ایران میاد تغییر چهره رئیس بانک رو میبینید، میگن که ما دلمون نمیخواد به سری که درد نمیکنه دستمال ببندیم. وقتی میگن که آقا این مسئله کاملا مجازه، میگن ببینید ما خیرش میگذاریم، ما در این معامله میخواییم 10,000 20,000 50,000 دلار سود ببریم، نه ما سودش میگذاریم، حاضر نیستیم وارد قضیه بشیم. نظام بانکی میترسه، برای اینکه میدونید جریمه هایی که شامل حال این بانک ها شده سر به میلیارد ها دلار زده. ببینید آقای دکتر، قبل از اینکه من دو سه موضوع رو اگر فرصت داشته باشیم بهش بپردازیم، میخوام مستقیما به وضعیت مردم بپردازم و وضع اقتصاد، مسئله بورس. ببینید تو هر شرایطی به هر حال مردم میخوان زندگی بکنن، راههایی پیدا میکنن برای
پول در آوردن، زندگی رو چرخوندن. و دو تا راه جمهوری اسلامی در چند سال اخیر، 5-6 سال اخیر جلو پای مردم گذاشته که تو صندوق های مالی و اعتباری و اخیراً بورس. درباره بورس یک روزشو برای مثال من میگیرم که ما اگر بورس رو نشون بدیم در همه اونجا هست، تا بعد اون وقت صحبت آیت الله خامنه ای رو بشنویم در پیوند با بورس. شاخص بازار سهام یک روزشه، توضیح شاخص بازار سهام که هفته گذشته بیش از 6% افت داشت، امروز در اولین روز هفته هم 3% دیگر کاهش یافت. این اتفاق واکنش قابل توجه مخاطبان را به همراه داشته است. تعداد گلایه های مردم، بعید میدونم اونی که از بورس خارج شده دوباره برگرده، اعتماد از بین رفته بر نمیگرده. 26200 میلیارد تومان از بورس خارج شده. بیشترین ضرر مال کارمنداست، 80% بورس مال کارمنداست. یکی دیگه، حباب بورس داره خالی میشه. لا مصطبا چه کردیم با این بورس تو 4 ماه اول سال که هر چی زور میزنه درست نمیشه. یکی دیگه، زندگیم به مرز فروپاشی رسیده و هر لحظه ممکنه منفجر بشه. در 2-3 ماه گذشته اعتراض مردم که رفتن سهام از بورس خریدن مدام جریان داشته که خبرشو کم و بیش شنیدین. امیدوارم خودتون البته از اونا نباشین که سهام خریده باشین از بورس. اول بهمن، همین اول بهمن ماه تو ساختمون بورس اعتراضا اینقدر بالا گرفت که مامورای ضد شورش ریختن خیابونا رو بستن و اینا. اینا نتیجه حمایت مستقیم خامنه ای از بورس بود. یکی از نتایجش در واقع این بود که رسما از مردم خواست که برن تو بورس سرمایه گذاری کنن. توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس. خب آقای دکتر، آیا بورس سرمایه گذاری مولده که خامنه ای میگه توش سرمایه گذاری کنین؟ و اصلا چرا بورس رونق گرفت اولش ظاهرن حالا، و چرا به این روز افتاد؟ دو تا پرسش جناب ولایتی. بورس وقتی که در اون مرحله فروش اولیه سهامه، بهش میگیم آی پی او، در اون مرحله آی پی او قطعا مولده، یعنی کارخانه ای میخواهد دست به تولید بزنه، بخشی از سرمایه خودشو به صورت کاغذ به دیگران میفروشه، پول میگیره، با اون پول وارد تولید میشه، اونجا مولده، یعنی انگار فرد با اون پول در اون کارخانه سرمایه گذاری کرده. این رو میگیم بورس. یکی هم به اصطلاح بورس over the counter، یعنی در ایران ترجمه کردن به فرابورس. فرابورس یعنی دست دوم خریدن، یعنی سهمی که من خریدم این رو از تولید کننده نخریدم، این از شمایی خریدم که شما از تولید کننده خریده بودید. در اینجا توفیر نمی کنه که این سهام رو شما داشته باشید یا من داشته باشم، یعنی پول به جیب تولید کننده نخواهد رفت. این در بورس های درست حسابی است که بورس هست. در ایران ما اصولا بورس نداریم. ما در ایران یک کازینو داریم، قمارخانه است. این قمارخانه خواصه که با اطلاعات درونی دارن کار میکنن. حقوقی ها که بخش بزرگ این بورس هستند، اینا همه با هم ارتباط دارن، از اون چی که اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد با خبرن. این رو میگیم insiders information و ممنوعه. اگر معلوم بشود که شما که پسر عموی منید و منی که یکی از کارگزاران بورسم قبلا خبری رو به شما درز دادم، شما به علت اون خریدی کردید یا فروش کردید، هم شما مجرمید هم من مجرم. اینو میگن insiders information، اطلاعات درونی. در ایران چنین چیزی به لحاظ عملی وجود نداره، برای اینکه این صاحبان سهام عموما دستشون دو یک کاس است و میدونن چه اتفاق داره میفته. به این ترتیب اینا قبل از آنی که قیمت ها پایین بره میان میفروشن، قبلا هم برای اینکه داغ کنن میان میخرن.
در نتیجه امروز حقوقی ها خریدن، حقوقی ها ال کردن، بل کردن. این بازی ها وقتی که قیمت ها میفته، مثلا به دستور اون بالایی ها حقوقی ها وارد بازار میشن میخرن تا قیمت ها رو دوباره بکشن بالا. در نتیجه این منیپولیشنی که در آنجا انجام میگیره در هیچ بورس جهانی به این صورت وجود نداره. اما داستان بورس، خب داستان بغرنج در کوتاه سخن میشود گفت که خب در شرایط معینی این بورس رونق گرفت، یعنی داغش کردن هم دولت، هم رهبر، هم امام جمعه ها و هم کسانی که دستشون دون کاسه بود. این داغش کردن برای اینکه انگیزه های معینی بود. انگیزه معین اول به نظر من مهمتر انگیزه سیاسی بود. اون این بود که چون از قیام گرسنگان میترسیدند، خواستن که اون سهام عدالت رو که دوره احمدی نژاد به اینا داده بودن و قابل فروش نبود، در اینکه پولی هم نمیارزید، اینها رو قابل عرضه کنن. فتوایی گرفتن از رهبر، این قابل عرضه شد در بازار. قیمت هر کدوم به 16، 18 تا 24 میلیون تومان بالا رفت. و چون هر کسی یکی دونه از این سهام عدالت رو داره، یه خانوار 4 نفره 4 تا از اینا رو داره. در نتیجه اگر اون خانوار با فروش این بتونه 50 نصفش رو اجازه دادن که در بفروشه، اگر بتونه 50 میلیون 40 میلیون 60 میلیون پول گیرش بیاد، دیگه نمیاد تو خیابون، خودش در معرض گلوله قرار بده و طغیان کنه. 30 ثانیه وقت داریم آقای دکتر. بله، این برای رام کردن اون طبقات گرسنه بود. دیگری این که در کنار اون دولت کارخانجات ورشکسته خود، حتی ناموجود خودش رو در بازار در اون بورس عرضه کرد و قیمتهای بزرگ اینا رو آب کرد و تونست از این رهگذر حدود 40,000 میلیارد تومان، 40 تریلیون تومان و بیشتر، اندکی بیشتر به دست بیاره و مشکل مالی خودش رو حل کنه. خب به قیمت طبقات متوسط کنه. همین دارد. یعنی به هدف دوم رسید. هدف اول که بخواد به اصطلاح ساکت بکنه مردم رو و قیام گرسنگان رو به عقب بندازه، به هدفش نرسید و نمیتونه برسه به دلیل همین ساختاری که شما فرمودید. بسیار بسیار ازتون ممنونم آقای دکتر حسن منصور که در این برنامه حضور داشتید. بریم پرده آخر. آقای در واقع زنی رو صیغه کردن برای خودشون، حالا اگر بخوان ازدواج بکنن با یه دختر خانومی باید طلاق بدن اون کسی که صیغه‌شون هست. نه دیگه، تعدد همسری دیگه فرق نمیکنه. همسر اول بعد موقت بشه بعد دائم. اگه همسر اول بعد دائم باشه، میتونه مرد همسر دیگری اختیار کنه. بله، مانعی نداره دیگه. بعد موقت هم باشه همینه، فرق نمیکنه. قانون شرع مقدس در مردان چند همسری است و در بانوان تک همسری. حالا اینم حکمت داره ها، حکمت مهمی داره. ما که الان مجال این رو نداریم که سرش رو بگیم. شب روزگار خوش.